یک رشته بمبگذاری در بغداد و در شمال عراق حدود 70 کشته بر جا گذاشت. این در حالی است که نگرانی ها از افزایش خشونت ها میان جامعه شیعه و سنی این کشور افزایش یافته و در دو ماه اخیر حدود 1000 نفر جان خود را از دست داده اند. بنابر گزارش ها وقوع 10 حمله در بغداد و اطراف آن که عمدتاً محله های شیعه نشین را هدف قرار می داده باعث کشته شدن حدود 60 نفر و زخمی شدن 200 نفر دیگر شده است. این شاهد عینی میگوید شخص مهاجم از خودرویش پیاده شده و از خیابان عبور کرد و سپس خودرو منفجر شد. من به مردم گفتم که داخل این خودرو بمب است. به محض اینکه مردم شروع به فرار کردند بمب منفجر شد. از کرکوک هم خبر می‌رسد که یک عضو یک چریک ضد القاعده و یک غیر نظامی در یک حمله مسلحانه جان خود را از دست دادند. اقلیت سنی عراق که از چند ماه پیش علیه دولت شیعه نوری المالکی این کشور بسیج شده، معتقد است که توسط دولت او به حاشیه رانده شده است.